به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما بینندگان گرامی به هفته‌نامه خوش آمدید. در این برنامه از موضوعات داخلی با کشتار غیر نظامیان توسط طالبان و نیروهای دولتی و دیدار جنرال مکنزی با اشرف غنی می‌پردازیم و البته اتهام پاکستان به هند برای اعزام تروریست به افغانستان نیز بی ارتباط با موضوعات داخلی نیست. در بخش خارجی اما نگاهی خواهیم انداخت با تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای بیرون بردن نیروهای آمریکایی از عراق و برکناری نخست وزیر و انحلال پارلمان تونس. در آغاز افغانستان در هفته ای که گذشت. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یوناما در گزارش تازه خود که روز دوشنبه 4 اسد منتشر شد، تلفات غیر نظامیان افغانستان را در نیمه اول سال 2021 بی‌سابقه خواند. با گفته این نهاد، این روند از ماه می به بعد با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان و افزایش عملیات نظامی طالبان سیر صعودی داشته است. از نظر تحلیلگران، مسئول اصلی این وضعیت قدرت‌هایی هستند که به طالبان مجوز و مشروعیت لازم را برای پیشبرد ماشین کشتار و خشونت اعطا کردند. در گزارش تازه سازمان ملل آمده که در 6 ماه گذشته 5183 نفر در افغانستان قربانی خشونت‌ها شدند که از این میان 1659 نفر کشته و 3254 نفر زخمی شدند و این نشان دهنده 47% افزایش در میزان تلفات غیر نظامیان نسبت به زمان مشابه در سال 2020 است. کشتار غیر نظامیان در افغانستان طی سال‌های اخیر به امری عادی بدل شده است. شک از طرفین جنگ نسبت به جان غیر نظامیان دغدغه ندارند و حتی قواعد بدیهی حقوق جنگ نیز در این زمینه نادیده گرفته می شود. با این حال، افزایش تکان دهنده کشتار غیر نظامیان طی ماه‌های اخیر به ویژه پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان امری است که به نگرانی‌های گسترده در این زمینه دامن می‌زند. بر بنیاد گزارش تازه سازمان ملل متحد، طالبان همچنان عامل اصلی کشتار غیر نظامیان هستند، گروهی که خود را برای تصاحب قدرت از راه زور آماده می کنند و این رویداد بر نگرانی ها درباره تعهدات بین المللی افغانستان در قبال حفظ حقوق غیر نظامیان در جریان جنگ خواهد افزود. شاید در شرایط کنونی خوشبینانه به نظر برسد، اما انتظار می رود انتشار این گزارش فشارهای بین المللی و سازمان های حقوق بشری بر طالبان و حامیان آن گروه در منطقه و جهان را افزایش دهد. آنان باید در قبال جنایت‌هایی که مرتکب می‌شوند پاسخگو باشند. در غیر این صورت، جهان و سازمان‌های بین‌المللی در قبال فجایعی که بر غیر نظامیان توسط طالبان در افغانستان رخ می‌دهد مسئولند. این جنگ جنایتکارانه هیچ توجیهی ندارد و جهان نمی‌توان نسبت به عواقب سنگین و پرهزینه آن برای مردم بی‌دفاع بی‌تفاوت باشد. مسئول اصلی و مستقیم این وضعیت قدرت‌هایی هستند که صلح با طالبان را حتی اگر غیر عادلانه و نامتوازن باشد تبلیغ و توجیه می کنند و به این ترتیب به آن گروه مجوز و مشروعیت لازم را برای پیشبرد ماشین کشتار و خشونت و خونریزیش اعطا می نمایند. انتظار این می رفت که سازمان ملل متحد و نهادهایی که حامی حقوق بشر خود می دانند در امور افغانستان با توجه به فجایع انسانی که صورت میگیره، انتظار بر این بود که صرفاً به محکوم کردن اکتفا نکنن و عملاً باید وارد میدان شوند و با طرفهای درگیر، با طالبان، با حکومت افغانستان، با جایی که در جای مختلفی که جنگ صورت میگیره باید با اونا صحبت صورت میگرفت که از نیروهای ملکی و نیروهای انسانی به عنوان سپر انسانی استفاده نکنن
و در قبال جنگی که انجام میشه کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر باید مد نظر بگیرن، مبادا از طریق جنگ ها و مشکلاتی که وجود داره انسان های بیش از پیش کشته شوه و جنگ افغانستان دامن بیش از پیش دامن افراد مردمی و غیر نظامی را بگیره. و من معتقد هستم که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر میتونست بر کسانی که یا اشخاصی که یا گروه هایی که مرتکب این جنایت های انسانی میشد، اونا رو باید پرونده هایشان در دادگاه لاحه باید باز میکرد و تعقیب میکرد. این باعث میشد که عملا از کشتار غیر نظامیان در افغانستان جلوگیری صورت بگیره. سازمان ملل متحد و نهادهایی که مدعی مدافع حقوق بشر هستند، یکی از مسئولیت های اساسیشان اونمو پافشاری روی کنوانسیون های بین المللی و همچنین به اصطلاح احترام گذاشتن کسان یا طرف هایی که دست به این فجایع میزنند با میکانیزم هایی که باید اونا را وادار بسازن بر رعایت موازین حقوق بشری و همچنین منع خشونت یا کنوانسیون های منع خشونت میتونه به حساب بیاید. در این میان سازمان ملل متحد نیز باید به نقش تاریخی خود در قبال پایان دادن و وضعیت فاجعه باری که بر مردم عادی و غیر نظامیان بی‌دفاع در افغانستان جریان دارد عمل کند. انتشار گزارش های گاه به گاه از آمار تلفات و کشتارهای فجیع غیر نظامیان توسط طرف های جنگ به ویژه طالبان تنها مسئولیتی نیست که سازمان ملل در افغانستان بر عهده دارد. این سازمان از یک سو باید با استفاده از صلاحیت و امکانات گسترده‌ای که برای تحریم کشورهای حامی تروریسم و گروه های تروریستی برخوردار است بر طالبان و دیگر عوامل کشتارهای اخیر فشار وارد کند و از جانب دیگر قدرت ها و کشورهای بزرگ که صلح با طالبان را توجیه می کنند و بر کشتارهای آنها بر بنیاد منافع راهبردی خود چشم پوشی می نمایند را نسبت به وضعیت جاری مسئول قرار دهد. در این میان اگرچه هم طالبان و هم دولت افغانستان به عنوان دو طرف اصلی جنگ جاری در کشور نقش و سهم خود در کشتار فاجعه آمیز غیر نظامیان بی‌دفاع را انکار کرده اند، اما مستندات و شواهد موجود در این زمینه نشان می دهد که مردم عادی اصلی ترین قربانی جنگ جاری هستند. بنابراین کشتار آنها جنایت است و عوامل این جنایت باید مورد مجازات قرار بگیرند. در اوج بحران امنیتی که سراسر کشور را در نوردیده است، جنرال کنت مکنزی، فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام و هیئت همراهش با اشرف غنی دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری گفته است در این دیدار که شام روز یک شنبه سوم اسد در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد اولویت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و حمایت از آنان و نیز بهبود وضعیت امنیتی بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار جنرال مکنزی بر ادامه حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرد. اما تحلیلگران این وعده فرمانده ارشد آمریکا در منطقه را دروغ و باورناپذیر می‌دانند. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در کابل به خبرنگاران گفت آمریکا حملات هوایی خود در حمایت از نیروهای افغانستان را در روزهای اخیر افزایش داده و ما آماده ایم که سطح این پشتیبانی را در صورت ادامه حملات طالبان بالاتر ببریم. فرمانده عملیات نظامی ارتش آمریکا در افغانستان در ادامه تصریح کرد ترجیح میدهم روشن‌تر صحبت کنم. دولت افغانستان طی روزهای آینده تحت آزمون بسیار دشواری قرار خواهد گرفت. طالبان سعی دارند به
حملات خود ماهیتی گریزناپذیر ببخشند، اما آنها در اشتباه هستند. پیروزی طالبان اجتناب ناپذیر است. این تهدیدها در حالی مطرح می شود که ایالات متحده تاکنون بخشی از نیروهای خود را از افغانستان خارج کرده و طبق جدول زمانبندی شده ای که جو بایدن بر اجرای دقیق آن تاکید دارد، قرار است کلیه نظامیان آمریکایی در نهایت تا پایان ماه آگوست کشور را ترک کنند. این فرمانده آمریکایی اندکی پیش از خروج نهایی نیروهای ایالات متحده هم گفته بود که ارتش افغانستان بعد از پایان این روند همچنان نیازمند حمایت خواهد بود و در غیر این صورت مسلماً فرو می پاشد. اما در آن زمان اشرف غنی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی قابلیت دفاع از سرزمین و کشورشان را دارند. از سوی دیگر روز شنبه لوی داستین وزیر دفاع آمریکا نیز گفته بود که وظیفه اول نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان از کند شدن سرعت طالبان پیش از تلاش برای بازپسگیری مناطق از دست رفته است. جنرال آستین گفت که به اعتقاد او نیروهای افغان توانایی و ظرفیت پیشروی را دارند، اما باید ببینیم چه می‌شود. در همین حال جنرال دیوید پتراوس، فرمانده سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است ممکن است واشنگتن از تصمیم خود برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان پشیمان شود. این جنرال بازنشسته ارتش آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز پیش‌بینی کرد و احتمال زیاد طالبان بیش از این نفوذ خود را در افغانستان گسترش خواهند داد. پتراوس همچنین با سخنان اخیر خود اشاره کرد که اعلام کرده بود نگران است آمریکا از تصمیم خروج نیروهای خود از افغانستان پشیمان شود. او گفت به نظر می‌رسد این تأسف اکنون زودتر از موقع اتفاق بیفتد و این نگران کننده است. پتراوس هشدار داد کنترل طالبان بر افغانستان میتواند افغانستان را به کشوری منفور تبدیل کند. از نظر کارشناسان نظامی نیز هشدارهای جنرال پتراوس واقعی تر از وعده‌های جنرال مکنزی برای سرکوب هوای طالبان و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان از راه دور است. از سوی دیگر، در حالی که آمریکا مدعی حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان است، برخی نمایندگان مجلس افغانستان در آستانه خروج نظامیان آمریکایی میگویند که یک سوم چرخبال‌ها و هواپیماهای ارتش غیر قابل استفاده است. اجمل رحمانی، نماینده مردم پروان در مجلس، با اشاره به این موضوع تأکید کرد در حالی که آمریکا مدعی تجهیز نیروهای افغان است و پیشروی‌های طالبان نیز ادامه دارد، بمب‌های هدایت شونده نیروی هوایی افغانستان پس از کاهش شدید حملات هوایی آمریکا تمام شده است. از نظر کارشناسان نظامی و امنیتی نیز با گذشت حدود 20 سال از حمله نظامی آمریکا و همپیمانانش به افغانستان، بسیاری از وعده‌های آنان به مقامات افغانستان برای تجهیز و آموزش نیروهای مسلح و به ویژه نیروی هوایی کشور هنوز عملی نشده است. به باور آنان آمریکا با جایگزینی ناوگان هوایی افغانستان با چرخبال‌های ساخت خود و خروج از افغانستان بدون آنکه نیروهای افغان را برای تعمیر و نگهداری این چرخبال‌ها آموزش دهد، عملاً نشان داد که به دنبال ایجاد یک نیروی هوایی مستقل و قدرتمند در افغانستان نبوده است. در حالی که پاکستان متهم ردیف اول حمایت از تروریسم در منطقه شناخته می شود، هفته گذشته معید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، هند را به فرستادن تروریست زیر نام کارگران برای توسعه در افغانستان متهم کرد. او گفت هندوستان در 20 سال گذشته افغانستان را به پناهگاه تروریست ها تبدیل کرده است. برخی از ناظران به این باورند که جنگ نیابتی میان هند و پاکستان مدت هاست که در زمین افغانستان شعله‌ور شده و یکی از کشورهایی که هزینه سنگین این جنگ را می‌پردازد افغانستان است. مشاور امنیت ملی پاکستان در حالی هند را متهم به گسیل تروریست به افغانستان می کند که یکی از قدرت هایی که در منطقه همواره مترصد وضعیت امنیتی افغانستان بوده و از روند رویدادهای جاری ابراز نگرانی کرده هند است. هند رقیب سنتی و دشمن دیرینه پاکستان محسوب می شود. اسلام آباد و دهلی نو هر دو به مصابه قدرت های اتمی در جنوب آسیا بارها تا آستانه جنگ تمام عیار
پیش رفتند. کارشناسان مسائل استراتژیک همسایگی این دو کشور اتمی را به انبار بارود تشبیه می کنند و معتقدند که هر گونه رویارویی مستقیم و جنگ تمام عیار میان دو کشور به سرعت فراگیر خواهد شد و کل منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از نظر هند، رژیم اسلام آباد، ارتش و سازمان جاسوسی آن کشور به طور مستقیم و پیوسته از تروریسم در افغانستان حمایت می کنند. افرادگرایی اسلامی را گسترش می دهند و با تشکیل گروه های مختلف بنیادگرا سعی در تبدیل کردن افغانستان به عمق استراتژیک خود و کانون پرورش و صدور تروریسم بنیادگرا به کشورهای هدف دارند. البته این صرفا یک ادعا نیست، شواهد محکم و متقنی وجود دارد که نشان می دهد پاکستان همواره از تروریسم حمایت می کند و تروریسم مدرن محصول ایدئولوژی مسلط بر مدارس مذهبی پاکستان است. با این حال این ادعا هم وجود دارد که قدرت های منطقه‌ای و بین المللی دیگری نیز در تولید و بازتولید تروریسم با پاکستان همدست و همداستان هستند. از نظر دولت دهلی نو، طالبان یکی از محصولات کارخانه های تولید تروریسم پاکستان است که به هدف اشغال افغانستان توسط رژیم اسلام آباد ساخته شده است. به همین دلیل قدرتگیری طالبان در افغانستان یک نگرانی جدی برای هند محسوب می شود. اگرچه در هفته های گذشته گزارش هایی مبنی بر ارتباط برخی مقام های امنیتی دولت هند با مذاکره کنندگان طالبان در قطر منتشر شده، اما کارشناسان می گویند تا زمانی که رابطه پاکستان و طالبان همچنان مستحکم باشد، هر گونه ارتباط راهبردی میان طالبان و هند منتفی است. اتهام‌های تازه مشاور امنیت ملی پاکستان بر هند مبنی بر صدور تروریسم از سوی دولت دهلی به افغانستان زیر نام کارگران برای توسعه نیز شاهد دیگر از جنگ نیابتی دو کشور در زمین افغانستان به حساب می‌آید. هند تمام تلاشش بر این است که از جنگ نیابتی در داخل پاکستان، در داخل افغانستان بر علیه پاکستان جلوگیری بکنه و در افغانستان یک حکومت مستقلی که بتونه در تصمیم گیری های سیاست خارجیش، در تصمیم گیری های مختلف بتونه خودش تصمیم گیرنده باشه. هند بنایش بر این است، ولی کماکان این مسئله را پاکستان همیشه آمده سوء استفاده کرده از این قضیه. در صورتی که اگر این مسئله وجود نداشته باشه، یعنی هند اگر ارتباطی با افغانستان نداشته باشه، کماکان پاکستان بهانه‌های بیشمار دیگه رو پیدا میکنه برای خاطری که بتونه در امور افغانستان دخالت داشته باشه. این یک ادعای مناسبی نیست و فکر نکنم که با توجه به مو به اصطلاح رفتارها و بالاخره عملکرد هند در سطح منطقه و در بستر به نام افغانستان وقتی گذشته ایشان را ورق بزنیم، رفتارهای ای که حمایت از تروریست و امثال اینا انجام گرفته باشه از سوی هندی ها خیلی ملموس نبوده. اما ای که افغانستان از دید پاکستانی ها ممکنه یک سری نگرانی هایی را داشته باشن برای اینکه تبدیل نشه به محل برخی از گروه های ضد حکومت مرکزی پاکستان، این نگرانی هم تا حدودی را میتونه بجا باشه. در کنار این اتهامات میتوان به ادعاها و شایعاتی اشاره کرد مبنی بر اینکه هند در حال ارزیابی راه‌های تشکیل یک نیروی ضد تروریستی در تبانی و همکاری استراتژیک با دولت افغانستان است. هنوز هیچ شاهد محکمی در این زمینه ارائه نشده، اما کارشناسان میگویند که دولت هند هیچ چاره ای جز مقابله با نفوذ و هژمونی اسلام آباد در افغانستان ندارد. از سوی دیگر در صورتی که سران دهلی نو اراده کنند این گونه همکاری با دولت افغانستان کاملا امکان پذیر است، زیرا دو کشور روابط راهبردی دارند و در این زمینه سند رسمی امضا کردند. هند همچنین نمیتواند بپذیرد که حوزه نفوذ پاکستان و یکی دیگر از کشورهای مهم منطقه نیز گسترش پیدا کند و به این ترتیب امنیت و حاکمیت ملی هندوستان از طریق افغانستان و دیگر اقمار تحت سلطه رژیم اسلام آباد در منطقه جنوب آسیا مورد تهدید واقع شود. با توجه به این واقع و با در نظر داشت اتهامات تازه موئید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان علیه هند و نیز بر بنیاد آنچه در عرصه نبردهای میدانی در افغانستان جریان دارد و نظر می رسد که کشور ما عملاً به سمت رویارویی قدرت‌های منطقه‌ای و دشمنان سنتی مانند هند و پاکستان هدایت می شود.
هفته گذشته مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق برای دیدار با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن رفت. او قبل از عزیمت به آمریکا گفته بود که عراق دیگر هیچ نیازی به نیروهای رزمی خارجی در خاک خود ندارد. اما عراق همچنان خواستار همکاری آمریکا در زمینه آموزش نیروهای عراقی و تبادل اطلاعات امنیتی است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز در دیدار با نخست وزیر عراق گفت مأموریت جنگی نیروهای کشورش در عراق علیه گروه داعش تا پایان سال میلادی روان پایان خواهد یافت. این در حالی است که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته است آمریکا قصد دارد تمام نظامیان خود را با عنوانی غیر از نظامی در عراق نگه دارد. اما سخنگوی جنبش نجبا گفته است که گروه های مقاومت عراق نظامیان آمریکایی را تحت هر نامی هدف قرار خواهند داد. و گمان تحلیلگران ملاقات رو در روی بایدن و الکاظمی با هدف حمایت از کاظمی انجام شده که از سوی گروه‌های مقاومت عراق برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از این کشور تحت فشار قرار دارد. از سوی دیگر جو بایدن در حالی تصمیم به بیرون بردن نیروهای آمریکایی از عراق را گرفته است که یک افسر سابق سیا طی یادداشتی نوشته است که آمریکا در عراق و افغانستان چند تریلیون دلار هزینه کرد بدون اینکه هیچ دستاوردی داشته باشد و به اهداف خود برسد. هرچند بسیاری از کارشناسان نسبت به جدی بودن تصمیم بایدن برای بازگرداندن نظامیان آمریکایی از عراق به دیده تردید می‌نگرند، اما از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان در اندیشکده‌های غربی معتقدند آمریکا هیچ دستاوردی در جنگ جهانی اعلامی علیه تروریسم و لشکرکشی به منطقه غرب آسیا طی 20 سال گذشته نداشته است. فیلیپ جرالدی، متخصص ضد تروریسم در آمریکا و افسر سابق اطلاعات نظامی سیا، نیز در مقاله‌ای در بنیاد فرهنگ راهبردی نوشته آمریکا چند تریلیون دلار را در جنگ‌های افغانستان و عراق هدر داد و نتوانست به هیچ یک از اهداف خود برسد. در بخشی از مقاله وی آمده است که ناتوانی آمریکا در درک داخل شدن در موقعیتی که پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی آن را جنگ جهانی علیه ترور اعلام کرد، یکی از ناکامی‌های سیاست امنیت ملی این کشور در 20 سال گذشته است. جنگ‌ها در افغانستان و عراق اوضاع بد را بدتر کرد و این نکته را ثابت کرد که جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌ها همچنان با ما هستند. در پی آنها صدها هزار تن و تریلیون ها دلار برای هیچ کشته و هزینه شدند. این مقام سابق سیا در ادامه ضمن ابراز تأسف از این وضع افزوده است اکنون عراق بیش از آن که با واشنگتن ارتباط داشته باشد با ایران ارتباطی بسیار قوی دارد. پارلمان عراق در حقیقت از نیروهای آمریکایی خواسته است این کشور را ترک کنند. جرالدی همچنین از حضور آمریکا در سوریه انتقاد کرده و نوشته حضور آمریکا در سوریه بر رغم مخالفت دولت بشار اسد صورت گرفته است. نیروهای آمریکایی به صورت غیرقانونی در سوریه حضور دارند و به اشغال حوزه‌های نفتی سوریه ادامه می‌دهند تا دولت سوریه را از منابع به شدت مورد نیازش محروم کنند. عراق و سوریه هیچ کدام تهدیدی برای آمریکا نیستند. بعد از گسترش اعتراضات سراسری در تونس، قیس سعید رئیس جمهور این کشور روز دوشنبه 4 اسد در تصمیمی غیرمنتظره هشام المشیشی نخست وزیر را از کار برکنار کرد. رئیس جمهور تونس ضمن برکناری نخست وزیر پارلمان این کشور را هم منحل کرد. این تصمیم بعد از نشست اضطراری قیس سعید با برخی از مقامهای بلندپایه این کشور اتخاذ شد. این اقدام در واکنش به تظاهرات گسترده در اعتراض به عملکرد دولت تونس در برابر همگیری کووید 19 صورت گرفت. هزاران تظاهر کننده خشمگین یک شنبه در خیابانها با پلیس درگیر شده بودند. تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهایی علیه حزب حاکم خواهان انحلال پارلمان بودند. بعضی از تظاهر کنندگان با حمله به دفاتر حزب حاکم جنبش النهضه اقدام به تخریب اموال کرده بودند. آقای سعید با اعلام برکناری دولت از تلاش برای بازگرداندن آرامش به کشور با کمک یک نخست وزیر جدید خبر داد. قیس سعید در یک سخنرانی
تلویزیونی گفت این تصمیم ها را اتخاذ کردیم تا آرامش اجتماعی به تونس برگردد و کشور نجات داده شود. قیس سعید هشدار داده است که با استفاده از ارتش با خشونت ها مقابله خواهد کرد. آقای سعید گفت به هر کسی که با فکر کاربرد اسلحه است و هر کسی که شلیک کند هشدار می دهم که نیروهای مسلح در پاسخ شلیک خواهند کرد. تظاهر کنندگان با شنیدن خبر برکناری هشام شیشی از نخست وزیری در خیابانها به شادمانی پرداختند، اما مخالفان آقای سعید این اقدام را کودتا دانستند. راشد خونوشی رهبر جنبش النهضه با محکوم کردن اقدام رئیس جمهوری آقای سعید را به کودتا علیه انقلاب تونس و قانون اساسی متهم کرد. آقای خونوشی گفت به نظر ما نهادهای نخست وزیری و پارلمان همچنان برقرار هستند و حامیان النهضه و مردم تونس از انقلاب دفاع خواهند کرد. انقلاب تونس که 10 سال پیش رخ داد سر آغاز تغییرات سیاسی گسترده در جهان عرب بود که به بهار عربی مشهور شد. بهار عربی در سال 2011 از تونس آغاز و دامنه اش به شمار دیگر از کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا کشیده شد. تونس با در اختیار داشتن بالاترین رتبه از نظر آزادی بیان، اصلاحات و آزادی‌های سیاسی موفق‌ترین نمونه از کشورهایی است که صحنه انقلاب‌های مردمی موسوم به بهار عربی شدند. اما اکنون پس از 10 سال هنوز مردم در انتظار روی کار آمدن رهبرانی اند که مطالبات اقتصادی آنان را پاسخ دهند و فقر و شکاف اقتصادی را برطرف کنند. تونس در حال حاضر درگیر بحران اقتصادی است و وضعیت همگیری ویروس کرونا در این کشور وخیم است. هشام مشیشی نخست وزیر برکنار شده تونس هفته گذشته وزیر بهداشت را برکنار کرده بود، ولی این تصمیم در کاهش نارضایتی های گسترده مؤثر نبود. تحلیلگران معتقدند که قیس سعید در واکنش به توطئه کودتای جنبش النهضه شاخه اخوان المسلمین در تونس که پیشتر پیشنهاد کاهش اختیارات ریاست جمهوری را به مجلس تسلیم کرده بود پیشدستی کرده است. برخی دیگر هم میگویند که با اقدام سعید اخوان المسلمین در تونس به زباله‌دان تاریخ فرستاده شده است. خونوشی پیشتر در ماه می بدون آنکه مجلس تونس را در جریان بگذارد به قطر سفر کرد. آن زمان گفته شد که این سفر شخصی بوده، اما منابع دیگر گفتند که هدف خونوشی متقاعد کردن دوستان قطریش به حمایت مالی از تونس در دوران سخت اقتصادی این کشور بوده است. از همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.